در حالی که آتش سوزی جنگل های آمازون ادامه دارد، بحث بر سر این معضل بین رؤسای جمهوری برزیل و فرانسه بالا گرفته. کارشناسان هشدار می دهند که فصل آتش سوزی های این جنگل هنوز به اوج خود نرسیده. جزئیات بیشتر در گزارش استیو باراگونا. با آتش‌سوزی در جنگل‌های آمازون، مقادیر زیادی دی‌اکسید کربن نیز وارد هوا می‌شود و کارشناسان می‌گویند جهان به این درختان برای جذب این گازهای گلخانه‌ای که زمین را گرم می‌کنند نیاز دارد. تنها نیمی از فصل خشک منطقه سپری شده. پس آتش‌سوزی که شروع شده اگر از کنترل خارج بشه ممکنه هفته‌ها طول بکشه. امسال نزدیک به 160 هزار آتش‌سوزی در سراسر آمازون در برزیل رخ داده است. و گرچه این میزان پایین تر از اوج آتش سوزی هایی است که اوایل دهه 2000 رخ داد، اما 60% بیشتر از سال گذشته است و باعث افزایش نگرانی ها شده است. گروه 7 کشور صنعتی جهان 20 میلیون دلار برای مبارزه با آتش سوزی در جنگل های آمازون وعده دادند، ولی رئیس جمهوری برزیل انگیزه آنها را زیر سوال برده است. آیا کسی بدون اینکه چیزی بخواد به فردی که فقیر نباشه کمک مالی میکنه؟ چرا چشمتون به آمازونه؟ این سالهای طولانی از آمازون چی میخواین؟ بحث سختی بین رؤسای جمهور فرانسه و برزیل بر سر مسئله آمازون در گرفته است. مکرون رئیس جمهوری فرانسه بولسونارو را به دروغگویی درباره تعهدات محیط زیستی متهم کرده است. بولسونارو نیز از فرانسه خواسته تا به برزیل به عنوان یک مستعمره نگاه نکند. اظهار نظر فیسبوکی بولسونارو در توهین به همسر مکرون نیز به اختلاف دو طرف دامن زد. سی تریست. خیلی ناراحت کننده است. اول برای او و بعد برای برزیلی ها متاسفم. فکر میکنم زنان برزیلی از خواندن سخنان رئیس جمهورشان بدون شک شرمنده شدند. فکر کنم برزیلی ها که برایشان احترام زیادی قائلم کمی از این رفتار او خجالت زده هستند و انتظار دارند او به عنوان رئیس جمهور بتواند با دیگران درست رفتار کند. در حالی که آتش سوزی جنگل های آمازون ادامه دارد، بولسونارو گفته کمک مالی گروه 7 را در صورت پس گرفتن اظهارات مکرون مد نظر می گیرد.